سلام و درود بینندگان گرامی از دو تیوی امروز سه شنبه 13 سپتامبر است. در استودیو با شما هستم فیروز حید. در برنامه خبر امروز چون این موضوع را داریم. اینک توجه کنید. نرخ برق در تاجیکستان بازگران می شود. نگرانی سازمان ملل متحد از اخراج پناهجویان افغان و تعقیب فعالان ولایت مختار کوهستانی بدخشان در تاجیکستان. مستند عبدالله غربتی سزاوار جایزه شد. درگیری های مسلحانه در مرز ارمنستان و آذربایجان. در تاجیکستان از 1 اکتبر سال جاری قیمت نیروی برق 15% گران می شود. این قرار حکومت روز 31 آگوست از جانب امال رحمان به امضا رسیده، آن را نشریه حکومتی جمهوریت امروز 13 سپتامبر نشر کرده است. طبق قرار نوی حکومت نرخ 1 کیلووات نیروی برق برای اهالی قریب 4 درهم بالا رفته 26 از 151 درهم را تشکیل خواهد داد. تا حال اهالی تاجیکستان برای 1 کیلووات برق 22 سومانی و 66 درهم پرداخت میکردند. باری آخر نرخ برق در تاجیکستان سال 2019 گران شده بود. گرانشوی نرخ نیروی برق در حال است که قرض شرکت برق تاجیک طبق آمارهای آخر از مرز 3 میلیارد دلار گذشته است. به نظر اقتصادشناسان بالا رفتن نرخ برق افزایش نرخ محصولات و خدمت رسانی های باقی مانده را در پی خواهد داشت که در نتیجه جیب خالی ساکنان کشور را خالی تر خواهد کرد. ندا ان‌نشیف اجرا کننده کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از تاجیکستان برای اخراج پناهجویان افغان و تعقیب فعالان ولایت مختار کوهستانی بدخشان انتقاد کرد. 12 سپتامبر سال جاری در اجلاسیه 51 سازمان ملل متحد اید به حقوق بشر، خانم ندا ان‌نشیف از تعقیب حامیان حقوق و ژورنالیستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان اظهار نگرانی کرده است. اجرا کننده کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته است که برای برخی گمانبران دادستان تا 25 سال زندان حتی عمرباد طلب کرده است که این ویران کردن ترتیبات حقوقی می باشد. در ادامه خانم ندا ان‌نشیف از تاجیکستان طلب کرده است که هر یک حادثه نقض حقوق انسان و سوء استفاده را تحقیق نموده، بررسی عادلانه مطابق با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر را تأمین کنند. همچنین کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از بازداشت و اخراج پناهجویان افغانستانی از جمله کودکان از خاک تاجیکستان اظهار نگرانی جدی کرده یادآور شده است که چنین عملها پرینسیپ منع اخراج نفرانی را که برای پناهجویی مراجعه میکنند نقض میکند. نگرانی خانم ندا ان‌نشیف از پایمال شدن حقوق بشر در تاجیکستان در حالی است که بعد از حادثه‌های اخیر بدخشان مقامات تاجیکستان ده‌ها فعال این ولایت را بازداشت و به مهلت‌های طولانی روانه‌ای زندان کردند. اینچنین حکومت تاجیکستان در دوام چند روزی اخیر بیش از 200 پناهجوی افغان را از تاجیکستان به افغانستان اخراج کردند که این عملی مقامات در شبکه‌های اجتماعی سر و صداهای زیاده را به بار آورده است. گفته می شود حکومت تاجیکستان تا حال به انتقاد و طلب ندا ان‌نشیف اجرا کننده کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر پاسخ ندادند. مستندی از حد کلان روزنامه‌نگار عبدالله غربتی در جشنواره فیلم‌های کوتاه بایکانور در قزاقستان بهترین مستند دانسته شد. بنابر اطلاع سامانه رادیو آزادی، مستندی از حد کلان فیلمی ساخته روزنامه‌نگار زندانی تاجیک عبدالله غربتی در جشنواره فیلم‌های کوتاه بایکانور در قزاقستان صاحب جایزه شده است. این فیلمی ساخته عبدالله غربتی که یعنی زمان در زندان به سر می‌برد درباره یک نورس 13 ساله تاجیک نقل می‌کند که وی بنابر داشتن شرایط سخت زندگی نمی‌تواند مثل همسالانش در مکتب رفته تحصیل کند. 11 سپتامبر سال 2022 جشنواره فیلم های کوتاه بایکانور به پایان رسید و مستند روزنامه‌نگار تاجیک عبدالله غربتی در برابر 17 فیلم به این جشنواره راه یافته بهترین فیلم مستند دانسته شد. گفته می شود ژورنالیست و بلاگر تاجیک عبدالله غربتی نزدیک به 3 ماه می شود توسط کارمندان مقامات قدرتی تاجیکستان در شهر دوشنبه بازداشت شد. مقامات به پرونده او مهر مخفی گذاشته درباره جزئیات آن اطلاع نمی‌دهند.
با گزارش رسانه‌ها شب 12 به 13 سپتامبر در مرز ارمنستان و آذربایجان میان نیروهای دو کشور درگیری‌های مسلحانه از نو سر زد. وزارت دفاع ارمنستان صبح روز سه‌شنبه خبر داد که نیروهای نظامی آذربایجان موضع‌های نظامی و غیر نظامی شهرهای نزد مرزی وردنیس، سادک، ارتنیش، اشخانسر، گوریس و کپان را با توپخانه پهپاد و سلاح‌های وزنین مورد حمله قرار داده است. در واکنش به این خبر جانب آذربایجان در سر زدن درگیری امروزه جانب ارمنستان را گناهکار می‌داند و وزارت دفاع این کشور خبر داد که حمله‌های نظامیش را در واکنش به حضور نظامی ارمنستان در قره‌باغ کوهی گرفته است. وزارت دفاع آذربایجان خبر داد که این حمله‌ها در پاسخ به حمله‌های یک ماه اخیر ارمنستان به موضع‌های کلبجر و لاچین، داشکسان و گدابوی که به ارتش آذربایجان تعلق دارند گرفته شده است. در همین حال انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا صبح روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه خواستار توقف فوری درگیری‌های مسلحانه بین ارمنستان و آذربایجان شد. وزارت خارجه ترکیه نیز از جانب در همین حال انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا صبح روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه خواستار توقف فوری درگیری‌های مسلحانه بین ارمنستان و آذربایجان شد. وزارت خارجه ترکیه نیز از جانب ها درخواست کرده که از عملهای تحریک‌آمیز دست کشند و مشکلات مرزی را با راه گفتگو و مذاکره حل کنند. یادآور می‌شویم که درگیری‌های مسلحانه اخیر این دو کشور از 27 سپتامبر سال 2020 بر سر قره‌باغ کوهی صورت گرفته بود. جنگ بین نیروهای دو کشور از یک ماه بیشتر دوام کرد و در نتیجه با میانجیگری روسیه آن خاتمه یافت. بینندگان عزیز، اینجا برنامه خبری امروز به پایان رسید. خبر و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از سامانه ما از نقطه تیوی و کانال تلگرامی از دا تیوی پیگیری کنید. خیر تا برنامه های دیگر. خدا نگهدار.